به نام خدا. جلسه پیش برای شما کارخانگی داده بودم که این استیت هایی که ایجاد کردیم بیاین تکست ها رو از داخل دیاگرام اد کنیم. دیاگرامی که برای شما گفته بودم مطمئنا همگی داریم، بخوام برای شما بدادم از سایت درادادای او گفتم داخل سایت بشیم و همه لاین ها هر قسمی که کشیده شده همه استیت ها رو طبق از اونها ارگنایز کنیم. خب کاری که روز پیشتر کرده بودیم، ما یک و دور تیار کرده بودم، به ایسه و ایسه میریم تکست یور کپی میکنیم، سعی میکنیم از ایسه به کدو استیت رفته. میریم داخل دیاگرام، به اینجا ایسه تکست یور کپی کردیم، از ایسه به ایچار روی پنج رفته. پس میایم داخل یونیتی میبینیم از ایسه به ایچار روی پنج رفته. باز میایم ایچار انتخاب میکنیم، تکست یور میدیم و از ایچار فقط به ایپنج رفته. ای5 انتخاب میکنیم، از ای5 به ای6 و ای6 رفته. ببینیم اینجا یک گپ داره. وقتی بیایم ای5 انتخاب کنیم، از ای5 دو گزینه داره اینجا، شماره 1 2. چی یک بزنه چی دو فرق نمیکنه، اون به ای6 میاره. به اینجا میبینید دو تا لاین رسم شده، هر دو تا از چنده؟ از ای5. پس به ای5 باید دو لاین شما دو تا استیت بدیم، یک برای گزینه یک، یک برای گزینه دو، هر دو تا به ای6 باید بیایه. ببینیم ارزید تا شد ای6، از ای6 به ای7 و ای8، از ای7 فقط به x1. چی رقمی کار میکنیم؟ پس میایم داخل دیاگرام، از ای7 به این جگا اگر یوزر رسید، به این جایی که اشتباه آماده باید گیم اوور شه. ببینیم لاین به کجا رفته؟ به گیم اوور رفته. چی رقم میتونیم گیم اوور اساین کنیم؟ برای ای7 انتخاب میکنیم، به اینجا میگیم فقط یک لاین داره، میریم داخل گیم اوور، x1 کش میکنیم، میدیم برای دیگه جای کلیک نکنیم که این صفحه گم شه. اگه گم شه باز نمیشه. با مگر پس بیاییم ای7 انتخاب کنیم و بریم به گیم اوور، x1 کش کنیم، بدیم بریو. میاییم ای8 انتخاب میکنیم، از ای8 به اینو و ایده میره، از اینو هم به x1 آمده. یعنی زمانی که به استیت اینو هم رسید یوزر، باز هم گیم اوور میشه. ببینیم به استیت اینو باید لاینی وصل شده باشه به اینو، لاینی وصل شده باشه به x1. فقط همین لاین ها رو تعقیب میکنیم و اساین میکنیم به ایده، به ایده میبره اور به ایازده، از ایازده میاره به سیاک و ایستو. سیاک و ایستو اون جایی بود که برنده میشد، ای ایازده، ای هم سیاک و ایستو. با هر دو حالت از اینا چی کرده، یک بزنه چی دو بزید، میبره به وقت به سیت ایازده باشه. خب فرض کنیم که این کار بشد، انال از ایسه، از ای سه به ای چار و ای پنج میره، از ای دو به بی یک و بی دو میره. بی یک و بی دو هم باید کار کنیم، بی یک انتخاب میکنیم، از بی یک به بی سه و بی چار میره، از بی دو به ایکس یک میره. باز میریم داخل دیاگرام ببینیم که یک دفعه از بی دو اشته به ایکس یک آمده. ببینیم ای بی دو، از بی دو لاین مستقیم آمده به کجا؟ به ایکس یک. طبق همی باید فقط لاین ها رو تعقیب کنیم و کار کنیم. بی 4 به بی 5 آمده، از بی 5 به بی 6، از بی 6 پس به ای 4 و ای 5 رفته. بازم بیا ببینیم بی 6 رو میان چک میکنیم، یه میشه بی 6، از بی 6 به ای 5 رفته، از بی 6 به ای 4 رفته. خب فقط میمونه ای که به انترو که باشیم به کدوی استیت میبره ما، به انترو که باشیم به استیت ای 1 میبره، انترو استیت ما به ای 1 میبره. و گیم اوور، گیم اوور باز دو گزینه داره. وقتی که یوزر اینجا میتونه گزینه یک انتخاب کنه، میتونه دور انتخاب کنه. اگر گزینه یک انتخاب کنه میاره اور به یک، اگر گزینه دور انتخاب کنه میبره اور به انترو. حالا میتونه شما بگیم اگر گزینه یک انتخاب کنه دور بیاره به سه بیاره، به چهار بیاره، من یک گفتم. و وقتی هم به زیر میبره به هر حالت باید دور بیاره به چی؟ پس چون وقتی به زیر میبره میگه که کانتینیو بزنه به انترو میاره. یک چک بکنین شما. حالا که این استیت ها ارگنایز اینا تمام شد، یعنی ما تمام استیت های گیم داریم. کار بعدی اینه که به وقت رن کنم ببینیم چی اتفاق میفته. ببینیم تکست بریم اینجا نمایش میده. من داخل کانسول اگر بروم ببینیم اینجا ایرورای داره. اینا رو من کلیر میکنم، یک دفعه یک میزنم، این دفعه به اینجا کلید یک گفته که به این استیت ای یک داره، درسته؟ ببینیم استیت ای یک دو تا اینجا داره. من یک گزینه یک بزنم کار میده، دورم بزنم کار میده، سر میزنم، سر که بزنم اینجا میگه ایندکس
out of range exception. چرا؟ چون ما اینجا دو تا استیت دارین، سه تا استیت ندارین که گزینه سه هم کار بده. داخل کد اگر یاد شما باشه میت نوشته کرده بودم داخل گیم، داخل کد گیم منیجر. من یک دفعه اسکریپت وا کنم داخل پوشی اسکریپت میرین گیم منیجر وا میکنیم. و اینجا گفتم کلید یک به استیت صفر، کلید دو به استیت یک، کلید سه به استیت دو ایندکس دوم که میشه ایندکس استیت سوم میشه استیت رو چنج کن. خب من اینجا کلید سه یا استیت سه ندارم که کلید سه بزنم، به خاطر ایرور میده. چی رقم ما میتونیم ایرور رو برطرف کنیم؟ پس میایم از حالت پلی بیرون میشه، میریم داخل اسکریپت گیم منیجر، همین قسمت ایف هار کامل ور میدارم، این قسمت رو ور میدارم، به اینجا از یک فور استفاده میکنم. اگر یاد شما باشه فور لوب به یالت نوشته میشد، کانتر خور میگذیشتیم که آی از چند شروع شه، بعد از اون میامدیم شرط میگذیشتیم، آی کوچکتر است مثلا 100 میگفتیم 100 بار میچرخید، 10 میگفتیم 10 بار میچرخید. ما مایم که به تعداد نکست استیت ها بیایه بچرخه، نکست استیت دات لنت طول نکست استیت برای ما میده. یعنی که اگر داخل یونیتی بیام فرض کنیم که میام اینجا گامه به ای اکم، وقتی خواسته باشم به ای دو و ای سه بروم به ای اک بریم، میگه که تو به اینجا گام میتونی فقط دو گزینه بزنی، یا کلید یک یا کلید دو. کلید سه اگه بزنیم کار نمیده، هیچ کاری نمیشه، نباید ایروری بده. به خاطر همین که ایرور میداد ما باید جلو از ایرور بگیریم. پس اینجا لوب دو دفعه باید بچرخه. مثلا اگر به اینجا بیایم به ای چهار لوب باید چند دفعه بچرخه؟ یک دفعه باید بچرخه. امیر باید ما حل کنیم این مشکله. خب به اینجا پس میگیم next stage dot length i پلاس پلاس شه، هر دفعه i یکی بره بالا. حالا میگیم اینجا کاندیشن خب میگذاریم، میگیم اگر یوزر کلید get key down key code dot alpha 1 alpha 1، به اینجا ببینید چی اتفاق میفته. اگر بگم alpha 1 بعد از او بیا تو مثلا current state مار تغییر دی، current state مساوی میشه به next state سه index i اون. یعنی چی؟ هر دفعه که کلید یک میزنی تو همون استیتی که به داخل از این لوپه همون میای ست میشه. خب ما کلید یک میزنم مثلا استیت ای 4 میای ست میشه، کلید یک میزنم یا استیت ای 3 میای ست میشه داخلیو. خب هر دفعه کلید یک اینجا کار میده، کلید دو کار نمیده هیچ وقت، به خاطر نیازه که اینجا ما الفا یک جمع آی کنم. حالا چه کار میشه؟ کلید اگر استیت صفر بود کلید یک میشه، اگر استیت یک بود کلید دو میشه، اگر استیت دو بود کلید سه میشه، و هیچ وقت کلید چهاری وجود نداره. اگر دو استیت دیش هیچ وقت کلید سه وجود نداره، اگر سه استیت بود کلید چهاری وجود نداره. با امی اندکترین کد یا امی دو خط کد که ما نوشته کردیم جلو از ایرور رو بگرفتیم. حالا من سیف میکنم میام داخل یونیتی ببینیم که آیا آلکم ایرور میده یا مشکل حل شده. من کنسول پاک میکنم، اثر رن میکنم. خب ایرور کست از خود یونیتی هم فلانی رگنور میکنم. کلید یک میزنم به اینجا، قبلا کلید سر که میزنم ایرور میداد، آیا کلید سر میزنم میبینیم که ایرور میده؟ ببینیم هرچی کلید سر میزنم ایرور نمیده. آیا کلید یک و دو به اینجا کار میده؟ کلید یک میزنم بله کار داد، کلید دو میزنم بله کار میده، کلید سه کار نمیده. چون اینجا به همه استیت ما چند تا گزینه داریم؟ یک، یعنی یک گزینه یه دیگه، اینجا کلید یک باید کار بده، کلید دو هم بزنیم کار نمیده، کلید سه هم فقط یک باید کار بده که همین کارم میده، مشکلی هم نداره، ایروری هم نمیده. به این طریق از طریق همین فور لوپ ما این مشکل حل کردیم. بنویسیم کد. خب میرسیم سر پالش کردن گیم و یک موضوع تقریبا میتونیم بگیم جدیدیه و یک تمام شد دیگه، چیزی از این موضوعاتی که داخل از این گیم بود نمیمونه، تمام میکنیم گیم، پابلش میکنیم. هر گیمی که شما دیولپ میکنیم همونطور که قبلا گفتم برای شما، اگر 50% کل گیم تشکیل میده 50% هم طراحی و همون پالش کردن یا پالش زدن به گیم توضیح میده یا تشکیل میده. مثلا اگر ما یک گیم در نظر بگیریم، این باید اگر همین حالت شما پابلش کنیم از لحاظ دیزاین خیلی جالب نیه. شما مگر یک کمی تغییرات برای از بیاریم، فونت تغییر بدیم، تکست کمی مثلا کم زیاد کنیم، فونت ها جدیدی بری و اضافه کنیم، بوردر بدیم بری و از لحاظ دیزاین کمی تغییرات بری و بیاریم، یا عکس بندازیم داخل یا بعضی کارا دیگه. خب این کارا چی رقم میتونیم بکنیم؟ قبلا ما به اینجا بخوندیم که تکست داریم و از طریق تکست میتونیم فونت تغییر بدیم، رنگ میتونستیم تغییر بدیم، تیکی به نام بست فیت داره اینجا.
بیشتر یک از این فیلم شما گفته که چی رقم همین تکست میتونیم داخل از این چوکات کامل جا بدیم، تیک بسپته که بزنیم این میای کامل داخل همون چوکات جا میگیره. در صورتی که ببینیم اینجا که در صورت داره این چوکات تکست این دیزاینه، چوکات تکست از دیزاین کمی خودتر باشه، ببینیم یک اندازه خودتر، وقتی خودتر باشه کامل میای داخلی و به یه حالت هم میتونیم شما کار کنیم، میتونیم هم که به فونت خرد کنیم یا اضافه کنیم یا کارا دیگه که هسته. خب به هر حال این میشه تکست، تکست ساده. فقط ببینید شما همین قدر قابلیت داریم، یک تکستیه و میتونیم لاینر تغییر بدیم و رنگ تغییر بدیم همین اندازه. از لحاظ افکت ما بر روی ای فونت یا ای تکست نمیتونیم افکت ایجاد کنیم. خب برای از اینکه افکت بتونیم روی تکست بدیم و قابلیت های تغییر تکست اضافه تر کنیم، یونیتی یک چیزی به نام تکست مش پرو داره، یعنی که تکست پروفشنال و حرفه‌ای و قابلیت های خیلی زیادی داره که حالا میبینیم. معمولا داخل یونیتی یا ورژن جدید تکست مش پرو هسته و قسمت ویندو به صفحه تکست مش پرو که بریم به اینجاگاه شما میبینیم. اگر این نبود چه کار باید بکنیم؟ یونیتی یک قابلیت داره به نام پکیج منیجر. از داخل پکیج منیجر وقتی کلیک کنیم ای به ورژن ها جدید یونیتی از 2017 به بعد فکر کنم که ای تکست مش پرو اضافه شده. اونایی که یونیتی 5 و قبلا دارن شاید از شما ندیشته باشه، اگر هم که نبود میشه از تکست ساده فعلا استفاده کنیم. خب به هر حال باید یاد گیریم که همچین تکستی وجود داره. این پکیج منیجر یونیتی قابلیتی که داره اینه که به صورت آنلاین از اینترنت هر پکیجی که خواسته باشین برای شما دانلود میکنه، داخل یونیتی امپورت میکنه. مثلا دیگه یونیتی گفته شما نیاز نداریم که اسکلت یک شخص رو برین داخل افتر افکت با حالت استخوان بندی برای اضافه کنیم که حرکت بدیم. میتونیم از داخل پکیج منیجر پکیج اسکلتون دانلود کنیم، استخوان بندی به داخل خود یونیتی اضافه کنیم و مثل از یالم تکست مش پرو و غیره. خب به هر حال تکست مش پرو قبلا هم اگر دانلود میشد به یونیتی 2018 و 2017 اینم اگر دانلود میکردیم به یونیتی 2019 به قسمت ویندو تکست مش پرو هست. من روی تکست مش پرو روی فونت اسید کریئتور کلیک میکنیم. به این جگه وقتی کلیک میکنیم از شما مایه که تمام فایل های مورد نیاز تکست مش پرو داخل همین پروژه که کار میکنیم امپورت کنیم. روی امپورت تیم پیزنشیل تیم پیانه تکست مش پرو روی از کلیک میکنیم شما استارت میشین خودی و تمام فایل های مربوط به تکست مش پرو امپورت میکنه. حالا اسکریپت هایی که هسته هر چی که هسته هم خود امپورت میکنه. امپورت کنیم شما، بعد از اینکه امپورت کنیم بی پین بره شما میگه که تیم پیزنشیل ریسورسز have been imported. باید اینا ایمپورت شه. وقتی ایمپورت شد ما به اکسترا فعلا کار نداریم، میر بسته میکنیم. این صفحه فونت اسید کریئتور اینجا هست. فونت اسید کریئتور میای از روی یک فونت برای شما یک اسید ایجاد میکنه. از اسم معلومه فونت اسید کریئتور، یعنی تو از روی یک فونت یک اسید بیا اضافه کن که از اسید به هر جای همین یونیتی پروژکت میتونیم استفاده کنیم که بعدا باز میبینیم. خب ما باید یک فونت برای همین گیم خود داشته باشیم. معمولا برای هر گیم شما یک فونت میریم دانلود میکنیم که شکل ظاهری گیم جالب شه. به داخل تلگرام برای شما یک لینک روان کردم که میشه از اون استفاده کنیم. به اینجا من برای شما میگم dafont.com. dafont.com سایت مربوط به فونت که داخل موبایل اپلیکیشن گیم دیولپمنت خیلی زیاد از استفاده میشه. هر فونتی که خواسته باشیم طبق تیم و استایل همو گیم خو میایم اینجا سرچ میکنیم و برای شما فونت ها مختلف میاره و از این میشه استفاده کنیم. به اینجا من نوشته کردم استیم پانک. اول استیم پانک نوشته کردم که همون نو یا تیم گیم ما میشه. خب استیم پانک چیزا جالب پیدا نکرد، باز اومدم پانک نوشته کردم. برای پانک ببینیم خود از این دیزاین ها مختلفه داره. ای به سلیقه شما بستگی داره که ای فونت انتخاب میکنیم یا انتخاب میکنیم یا ای. معمولا سعی کنیم فونت انتخاب کنیم که به همون نوع گیم شما و همون استایل گیم شما بخوره. خب به هر حال من از اینجا آمدم، چندین صفحه داره ای استیم پنک، سه صفحه داره، من صفحه سوم آمدم و ای ویتیسی فیوزی پنکی سلیپرز انتخاب کردم. ای اکر به اینجا متوجه باشیم که 100% فری باید باشه. اونایی که 100% فری نیه، مثلا نوشته فری فور پرسونال یوز، شما میتونید از فقط برای شخصی خود شما استفاده کنید، ولی برای تجارتی از این نمیتونیم استفاده کنیم. چون اگر شما میر دانلود کنیم و این اتریبیوت مودیفایر از این اضافه نکنیم، زمانی که گیم پابلش کنیم گیم شما پلاجرزم گفته میشه و باعث میشه که قسمتی از عواید شما از عوایدی که از گیم داریم به حساب همین
کریئتور همی فونت بره. به خاطر متوجه از این موضوع باید همیشه باشیم که این گیم ها مثلا اگه فریه چی حالته، اگه پولیه چی حالته. خب معمولا ما اومدم فونت رو انتخاب کردم که 100% فریه. خب این دانلود کردم برای شما داخل تلگرام روان کردم. من دوباره رو دانلود کلیک میکنم که این باز دوباره هم دانلود شه و ببینیم که چه کار میکنیم. وقتی فونت مورد نظر شما دانلود شد، میرین داخل پوشه دانلود ها پوشه دانلود ها دیگه همینجه. بعد فونتی که دانلود کردیم پیدا میکنیم به اسم چی بود؟ نمیفهم داخل کامپرس چند باشه. اینجا هم دانلود نشده. ببینیم به اینجا گرنه داخل پوشی دانلود همه. این فایل رو برای شما روان کردم. این میایم چیکار میکنیم؟ کلیک راست میکنیم اکسترکت یاره میزنیم یا اکسترکت تو VTC فولدر. بعضی اینجا یک فولدر به نام VTC خود برای شما ایجاد میکنه. ببینید فولدر اینجا اضافه شد. میرین داخل فولدر، این میشه فونت شما. TTF میشه پسوند فونتا. این کش میکنیم داخل یونیتی میندازیم. کش میکنیم میبریم داخل یونیتی. خب این با کجا باید داخل یونیتی بندازیم؟ این مهمه. می سفر به همین حالتی که هسته نگاه میدارم، میام داخل assets، کلیک راست میکنم، یک فولدر اول ایجاد میکنم به نام فونت. قرار فونتا به داخل ازی باشه. آلی فولدر رو میکنم به داخل ازی فولدر میام فونت درگ و دراب میکنیم. این فونت ها نیامد اینچی. حالا اگه ما ماییم که از روی همین فونت یک asset ایجاد کنیم، این فونت کش میکنیم به اینجی، این فونت آماده حالا به اینجا. حالا از روی از این جنریت فونت اطلاس که بزنیم برای شما میاد یک asset ایجاد میکنه. خب حالا از روی از این فونت یک asset ایجاد شد که برای شما بعدا میگم که چی رقم از این asset میتونیم استفاده کنیم. حالا میایم همین تایتل تکست خور به استوری تکست ما کار ندارم، باز دیزاین از این میگذارم برای خود شما چون وقت گرفته میشه. من این تایتل فقط تغییر میدم. این تایتل تکست انتخاب میکنم، کلیک راست میکنم، دلیت میزنم. این دلیت میشه. میام داخل کانواس قسمی که پیشتر زهرا گفت، به قسمت یو آی ما چیزی داریم به نام تکست مش پرو. ای که هسته یک آبجکت یا یک گیم آبجکت داخل آیرکی برای شما از نو تکست مش پرو ایجاد میکنه. ولی چیزی که من پیشتر گفتم او اسید بود. asset تا تکست مش پرو تا گیم آبجکت چقدر فرق داره؟ asset داخل گیم هست، ممکنه به 100 لول استفاده شه. گیم آبجکت فقط داخل یک لول استفاده میشه. برای از اینکه اور به چند لول استفاده کنیم، یا پریفاب میگیریم یا اور به asset تبدیل میکنیم. خب به هر حال من میام یو آی تکست مش پرو کلیک میکنم، اینجا یک تکست TMP ایجاد شد. خب اول اسم از تغییر میدم، اسم از میگذارم تایتل تکست. بعد موقعیت از این باید پیدا کنیم. من داخل سین ببینیم موقعیت از به اینجا یک کش میکنم میبرم بالا. بعد از اینکه این موقعیت تنظیم کردیم میاییم فونت کلون میکنیم. مثلا میگم به این اندازه باشه، دست خود شما که چی رقم باشه. بعد ببینیم ای از یکی قبل تکست ساده چقدر فرق داره. ببینیم اینا همگی مشخصات، حتی اکسترا سیتینگز، اینا همگی مشخصات مربوط به تکست میشه. تکست مش پرو. خب من میگم مثلا فونتی یا هر اندازه که خواسته باشه میتونیم تعیین کنیم، موقعیتی رو میتونیم تعیین کنیم که به کجا باشه، وسط باشه، به چی حالت باشه. اسمی رو میتونیم بدیم که چی باشه. مثلا اسم میدم The Injured Pilot. حالا هر اسمی میتونیم خود شما بدیم. بعد به این جگاه فونت asset داره. فونت asset میتونیم شما انتخاب کنیم. ای قبلا که من ایجاد کردم فونت asset سیف بکردم باشم یا نکردم. فونت asset creator generate asset. خب سیف نزده بودم. نه سیف میزنیم بعد از دویر سیف میکنیم داخل پیشی asset ها. خب حالا ببینیم یک
اسیتی به نام فونت به نام او وی تی سی آر اس که گفته بودیم ایجاد شد. حالا اگه میایم به این جگا به قسمت فونت اسیت کلیک میکنیم، همین اسیتی که شما ایجاد کردیم اینجا اضافه شد. وی تی سی اولی بود، این انتخاب میکنیم ببینیم فونت شما به والت تبدیل شد. بعد چه کار میکنیم؟ میایم سایز از این تغییر میدیم، مثلا میگم از این سایز رو برمیداریم، مثلا میگم 130 باشه. بعد میتونیم که کمی بیاریم پینتر دیگه. مثلا قابلیت های خیلی زیاد اینجا داره که میتونیم مثلا گلو، میگم که برای از یک گلو افکت گلو را شنیده باشیم میتونیم برقیاتی از اطرافی رو ایجاد میکنه. و اگر این تیکه بگذارم برای از اینکه خواسته باشیم از این افکت استفاده کنیم باید تیکر بگذاریم. تیکر میگذاریم باید روی کلیک میکنیم ولی گلو برای از این ایجاد میشه. رنگ رو انتخاب میکنیم، رنگ گلو چی رنگ باشه، مثلا میگم رنگ فرض کنیم ولی من سرخ میگیرم یا رنگ سبز باشه. بعد کالریو بشد، اینریو چقدر باشه، اوتر چقدر باشه، پاوریو چقدر باشه. دیده میشه؟ فکر کنید کمی البته به داخل تلویزیون شما به رنگ سفید میبینیم و اینجا باز خود شما که امتحان کنیم میبینیم که به رنگ سبز و گلو ایجاد میشه. خب من یه اوتر رو زیاد میکنم، این هر رو زیاد میکنم، آفست هم میدم کمی بریو باز کمیته بشه ببینیم شما. دیده میشه حالا؟ نه فکر کنید به حالت شما میتونیم برای فونت خوب گلو بدیم. حالا هر به هر حالتی که خواسته باشیم میتونیم این تغییرات ببینیم خود شما کم و زیاد میکنیم که بیتر متوجه شیم. مثلا به این هر گلور کم کردم اوتر زیاد میکنم، این هر بیخی کم میکنم کلن، اما اطراف یا اطراف خارجی رو مثل یک اوتلاین گلو دادک به هر رنگ که خواسته باشیم میتونیم ایر کار کنیم شما. خوبی میشه از تکس مش پرو موارد خیلی زیاده داره ای که اگر من اینا رو بگم خیلی گپ، مخصوصا وقتی من اکسترا ریسورس از رو من امپورت کنم. مثلا اگه خواسته باشیم لایت بدیم میتونیم یعنی لایت بدیم بریو بیول بدیم، اطراف یا اندازه بیول میتونیم مشخص کنیم، آفست بدیم بریو ویت بدیم. اینا هر کدوم از اینا یک تنظیماتیه که وقتی شما کم و زیاد کنیم خود شما اوتپوت میبینیم. نیازی نیه که من که بگم آفست چیه، آفست هم فاصله یا میشه. خب فاصله یا مثلا آفست x داریم، آفست y داریم، آفست x و y داریم. وقتی x و y مشخص نبود یعنی آفست عمومی، هم x هم y شامل میشه، یعنی که فاصله همی گلو یا همی افکت از همی متن از لحاظ x چقدر باشه از لحاظ y چقدر باشه این آفست میشه. اما مقدار میشه راوندنس، عمود راوندنس همی چی میشه که به صورت گرد تبدیل میکنیم شما، کلمپ معدود میکنه، ویت هم عرضی هم میشه دگه، اوتر بیول مایم، اینر بیول مایم. اینا همه گی تنظیماتیه که باید شما کار کنید خود شما نتیجه اور بیتر میتونیم متوجه بشیم. خب این بود از تایتل تکست که ما کار کردم، شما اول کار کنیم. قسمت استوری تکست که به همین حالت هست میر میگذارم، استوری تکست میشه کار خونگی شما. در ضمن میتونید شما یک سری دیزاین ها دیگه هم برای از این اضافه کنیم که دیزاین ها رو هم برای خود شما میگذارم. خب وقتی رن میکنیم، البته اینجا یک چیزی متوجه شدن، وقتی رن میکنیم شما تکست شما ببینیم از این میزنه بیرون از این چوکات که اینجا داریم. راه حل برای از این چیه، استوری تکست انتخاب میکنیم، میاییم به اینجا فونت سایز خور کمتر میکنیم، از حالت بسفت بیرون میکنم. میتونیم بسفت بگذاریم، باز مینو مکس برای تعیین کنیم. خب میرو برمیدارم میام میگم همین 38 است، 39 تکست ما خوبه. ببینیم حالا مشکل حل شد، همه تکست به داخل همین چوکات دیده میشه. کار کنیم شما، من یک دیزاین دیگه هم کار میکنم، یک کارا دیگه هم رو از انجام بدم. شما هم همه تکست تایتلر تغییر بدیم به یالت کنیم. خب میتونیم گیم از لحاظ پالش دادن همون که اول گفتم کم تغییرات دیگه هم برای بیاریم. همه چیز بستگی داره به خلاقیت خود شما، موضوعاتی که نیاز بوده برای شما گفتم. مثلا بحث تکس مش پرو گفتم که میتونیم به یالت یک فونت ایجاد کنیم، فونت داخلی رو دیگه ما وقت نمیشه کار کنم، باز خود شما میشه بیایم به قسمت استوری تکس ایر دلت کنیم، یک تکس مش پرو ایجاد کنیم به جایو.
خب به حالت بهتر. خب متوجه باشه وقتی دلت میکنیم باید به اینجا گام ریسورس از لحاظ کد نویسی کمی تغییر میکنه دیگه. این استوری تکست یک تکست سادیه، ما برای گیم منیجر به اینجا یک تکست ساده پس کردیم، بازیرم مگر به تکست مش پرو تبدیل کنیم. خب به هر حال به اینا کار نداریم، دیزاین میتونیم تغییر بدیم که گفتم، میتونیم یه حالت بوردر ایجاد کنیم. از این بوردر یک دوپلیکیت گرفتم به نام تک بوردر. این تک بوردر رو به اندازه خرد کردم و از این دوپلیکیت گرفتم یک دیگه هم پین ایجاد کردم، مثل دو تا دسته میمونه که اینجا وصل شد. و به هر حال که پلی بکنیم شما میبینیم که یک گیم کامل دیولپ شد. یوزر میتونه بخونه، میتونه کلیدی یک بزنه، دور بزنه و تکس بخونه و طبق تکسی که اینجا هسته پیش بره. بالاخره به آخر یایی که ببینیم مثلا همه کلید یک زدن آخر چکار شد؟ فیلد شد. یو فیلد. میتونیم بعدا به خیر به سنف به تاپیکا بعدی کارهای کنیم، مثلا افکت ایجاد شه اینجا، پارتیکل ایجاد شه، ساوند ایجاد شه که معلوم شه بایی داده به ازیر. بعد به یارت فلت نباید باشه. خب این بود از این گیم شما. فقط یک مسئله پابلش کردن گیم میمونه. پابلش کردن گیم یعنی که به نشر میرسونیم شما. این گیم تمام شد، ما به یک استور پابلش کنیم که از اون درآمدی داشته باشیم. که درآمد دارم البته، بحث مونتیزیشن دارم که باید اول کار کنیم که بعد از اون نشر کنیم. ما به مونتیزیشن فعلا کار نداریم، فقط نشر کردن بازی چی رقمه. به برد ستینگ میاییم که جلسه بعدی بگم این بهتر به خاطر از اینکه موضوعات زیادی داره. خوبه که در مورد نشر یا پابلش کردن گیم ها سرچ کنیم، روز بعدی باز بریم بگیم کارخونگی شما باشه که چی رقم یک گیم میشه نشر کنیم یا پابلش کنیم به استورهای مختلف و یونیتی و چند جاها یا چند مارکت میتونه که سپورت کنه یا بیلد کنیم شما اپلیکیشن یا گیم خور. خب بریم امروز همین اندازه بسه.